بسم الله الحمد لله. غزوه حنین. وقت حوازین فتح مکه را شنیدن جمع شدند، به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند و همراهشان مالها، زنان و کودکانشان را آوردند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با 12,000 نفر به سوی آنان رفت و مسلمانان را به ساریشان خوش آمد تا که به وادی حنین رسیدند. پس حوازین بر آنان مانند حمله کردن یک شخص سخت حمله کردند، تا که مردم از ترس سخت از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با شتاب رفتند و همراه او صلی الله علیه و سلم چند نفر از مهاجران و خانواده اش ثابت ماندند. سپس الله سبحانه و تعالی کسانی را که ایمان آورده بودند ثابت قدم گرداند. پس به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشتند و همراه او جنگیدند، تا که الله سبحانه و تعالی آنها را بر دشمنانشان پیروز گرداند و حوازین به سوی طائف گریخت. سپس 14 مرد از حوازین مسلمان شده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست کردند که اسیران را بر آنان ببخشد. پس بخشید و مردم با او بخشیدند. غزوه طائف. بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نبرد حوازین فارغ شدند، قصد نبرد با طائف را کردند. پس طائف رفتند و قلعه را 18 روز محاصره کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به نبرد بازگشتند. غزوه تبوک. سال دوم غزوه تبوک یعنی غزوه اسره رخ داد. در وقتی که هوا سخت گرم بود و وقتی حاصل میوه ها و سایگی بود، پس به سوی آن رفتن به مردم سخت بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد رفتن کردند، مردم را بر نفقه دادن تشویق کردند. عثمان رضی الله عنه 300 شکر را با پالانش و 1,000 دینار صدقه کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عثمان آن چیزی که پس از این کند بر او ضرر نمی کند. و صحابگان به قدر تواناییشان صدقه کردند و همه منافقان با پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک نکردند و از بهترین صحابگان 3 نفر به عذر اشتراک نکردند. آنان کعب ابن مالک، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع رضی الله عنهم بودند. پس به پیامبر صلی الله علیه و سلم عذر آوردند. هنگامی که به مدینه بازگشتند، در شأن آنان آیت سوره توبه نازل شد و به آن 3 نفری که از جنگ تبوک قفانشینی کردند، سوره توبه آیت 118. پس الله سبحانه و تعالی هنگامی که راست بودن آنان را دانست، توبه آنان را قبول کرد و الله سبحانه و تعالی در این سوره منافقان را مذمت کرد و بر آنان مهر زد. پس این سوره را سوره فاضله نامیده شد، زیرا آنان رسوا کردند. غزوه تبوک. در این غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم با صاحب ایله در پرداخت جزیه صلح کردند و اینچنین با اهل جربا و ازهر صلح کردند و برای آنان نامه نوشتند و اینچنین با اوکیدیر دومه در پرداخت جزیه صلح کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در تبوک از 10 شب بیشتر ماندند. سپس به سوی مدینه بازگشتند و با جنگ روبرو نشدند. وقتی به مدینه برگشتند، الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به ویران کردن مسجد زرار که منافقان ساخته بودند امر نمود. برای زیان رسانیدن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه انگیزی در میان مؤمنان مسجد ساختند و تا کمینگاه برای کسانی که از پیش با الله و رسولش مبارزه کردن باشد، سوره توبه آیت 107. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را ویران کردند و این آخرین غزوه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حضور داشتند. اکنون بعد غزوه تبوک سقیف اسلام آورد و سال نهم را سال نمایندگان گفته شد. پس قبیله ها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان شده می آمدند. از جمله آنان گروهی بنی تمیم بود
و رئیس آنان عطارد ابن حاجب تمیمی و گروه تای و رئیس آنان زید الخیل و گروه عبدالقیس و رئیس آنان جارود الابدی بود و بنی حنیفه آمد و در میان آنان مسیلمه کذاب که بعدا ادعای پیامبری کرد آمده بود. و در سال نهم پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو بکر رضی الله عنه را امیر حج تعیین کردند، به حج فرستادند، پس حج را برای مردم برپا کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه را فرستادند تا که اول سوره توبه را به مردم تلاوت کند و عهدهای مشرکان را دور انداخت و در مردم اعلان نمود که بعد امسال مشرک حج نمی کند و خانه را به لباس طواف نمی کند، همان گونه که اهل جاهلیت می کردند. و سال دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم حج ویدا نمودند و مسلمانان از قبیله های مختلف و شهرها با پیامبر صلی الله علیه و سلم به حج رفتند تا که بیشتر از 100,000 رسیدند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان اعمال حج را تعلیم دادند و در روز عرفه به آنان خطبه کردند و فرموده الله سبحانه و تعالی را تلاوت کردند که فرمود: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما انتخاب کردم. سوره مائده آیه 3. پس به آنان خبر داد که دین را کامل کرد و آنان را با لازم گرفتن قرآن و سنت وصیت کرد و خونها، مالها و آبرویشان را بر یکدیگرشان حرام گرداند. پس از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه ودا بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.